بلکه مقصود آیه شریف آن است که اینان سخنان تو را نخواهند پذیرفت و تو نیز نمیتوانی حق را به آنها بقبولانی. 5. تبهکارانی که در گناه و عصیان غوطه‌ور گشته و از توبه و طهارت روی گردان باشند، به مرحله ای از تباهی سقوط می کنند که از هدایت آنان قطع امید شده و خداوند بر دلهایشان مهر می زند. 6. قرآن کریم و عترت طاهرین علیهم السلام دو وزنه وزین الهی اند که در بین مردم به ودیعه نهاده شده اند. قرآن کریم در عین وزانت آسان و همه فهم بوده و از دشواری و پیشیدگی مبرا و منزه است. 7. قرآن کریم به مؤمنان توصیه می نماید در برابر بدرفتاری تبهکاران با متانت برخورد کرده و رفتار سبک و بیمایه از خود بروز ندهند. ضمناً همگان را از استخفاف و تضعیف فکری و معرفتی دیگران برحذر می دارد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و یوم تقوم الساعة یقسم المجرمون ما لبثوا غیر ساعة كذلك كانوا یؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. در بخش پایانی سوره مبارکه روم که در مکه نازل شد، انسان را هم به ضعف ساختاری خلقت او آشنا کرد، هم قبلا به فقر او را آگاه کرد، هم مسئله خلقکم من ضعف و بعد در پایان عمر هم ضعف و شیبه شما را فرا میگیرد ذکر برمون، هم مسئله یا ایها الناس انتم الفقراء را ذکر کرد در آیات دیگر. از انسان هم ضعیف است و هم فقیر. بعد از اون بیان فرمود وقتی قیامت فرا میرسد، عده از مجرمین وقتی مبعوث شدن از اونها سوال میکنن که چقدر در زمین موندی برابر اون که در سوره مبارکه مؤمنون بود. از این که فرمود یقسم المجرمون، معلوم نیست که همه مجرمین عالم در این صحنه سوال و جواب مطرح باشن. ممکن است بعضی افراد در اثر مرگ بیدار بشن، الناس نیام ازاماتون تبهو. بعضی ها هم بعد از مرگ هم مدت ها بود بگذرد تا بیدار بشن. این چنین نیست که میقصور مجرمون، یعنی تک تک افراد مجرم این حرف را میزنن، یا از تک تک افراد مجرم برابر آیات سوره مؤمنون سوال میکنن کم لبستون فر ارزوان یومن آب از یوم. برابر اینها در حد موجبه جزئی است، همه اینها قابل جمع است، یا به لحاظ مقطع و موقف قیامت یا به لحاظ افراد زنده شده در قیامت. این چنین نیست که همه اینها موجبه کلیه باشد به لحاظ افراد و از در مواقف پنجاهگانه قیامت مستمر باشد. مطلب دیگه این که
برخی ها گفتن این که مجرمین میگن ما لبس و غیر ساعه، یعنی وقتی جریان برزخ را نسبت به قیامت یا دنیا را نسبت به قیامت میسنجند، میگن این غیر از یک ساعت یعنی یک لحظه چیز دیگر نیست. البته معنا حق است که دنیا نسبت به قیامت یک لحظه بیش نیست، حتی برزخ طولانی هم نسبت به قیامت که ابد است یک لحظه بیش نیست. این سخن حق است، ولی قرآن این رو امضا نکرده، فرمود به این که اینا در دنیا که بودن معفوک بودن، از راه مستقیم مصروف بودن، به وسیله شیطنت بیرون و هوای درون اینا از راه راست منصرف شده بودن. افک یعنی افترا، کذب، دروغ، فریه، صرف از حق. اینا معفوک بودن، مصروف بودن، صارفی داشتن که اینها را از حق و باطل منصرف میکردن. خب اگر اون معنای لطیف مراد بود دیگه خدا این دو قرینه را ذکر نمیکرد. یکی این که کذالک کانوا یؤفکون، دوم این که عالمان قیامت، حالا یا مؤمنان و اولیای الهی هم یا ملائکه هم، اونها دارن میگن که قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبستم فی کتاب الله الی یوم البعث. معلوم میشه حرف این علما درست است، حرف ملائکه درست است، نه حرف اونها. اونها اگر گفتن ما لبس غیر ساعه، منظورشون این بود که دنیا نسبت به قیامت به اندازه یک ساعت است یا برزخ نسبت به معاد و حشر بر یک ساعت است، حرف صحیحی بود دیگه. با این دو دلیل ابطال نمیشون، در حالی که هم با دلیل کذالک یؤفکون حرف اونها امضا نشد، هم با دلیل قال الذین اوتوا العلم. مطلب بعدی آن است که حرف را کسی میفهمد ایمان میآورد که در حال انکار نباشد، در حال تسلیم حق باشد. یه وقت است مستمع در برابر حق ایستاده است، این مستکبر است، مستنکر است، این سلام علیهم اعنذرتم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. یه وقت است مسلم است، یعنی در برابر حق تسلیم است، منتظر است که حق بشنود. اگر یه همچه مستمعی بود مطلب حق با گفته شد او میپذیرد. اون چه در سوره مبارکه نمل گذشت و اون چه در سوره مبارکه روم این روزهای اخیر بحث شد که فرمود این تسمع الا من یؤمنو به آیاتنا فهم مسلمون، این اسلام در مقابل ایمان نیست تا گفته بشه به این که ایمان که بالاتر از اسلام است. این اسلام برای تسلیم و انقیاد است، یعنی کسی میپذیرد که قلبش برای پذیرش حق آماده باشد. کسی که مسلم است، منقاد در برابر حق است، وقتی مطلب حق را بشنود میپذیرد، ایمان میآورد. نه اینکه این اسلام مصطلح باشد و اون هم ایمان مصطلح باشد تا گفته بشود به این که ایمان که بالاتر از اسلام است. چرا فرمود من یؤمنو به آیات فهم مسلمون، اسلام را بعد از ایمان ذکر کرده است. مطلب بعدی آن است که در بخش پایانی که مسئله معاد مطرح است، فرمود حالا که قیامت طرح شده است، افراد دو گونه اند، یه عده سبک مغزن، سبک عملن، سبک برنامن، یک عده وزینن، وزین برنامن، وزین عملن. منظور از سبکی و سنگینی، سبکی و سنگینی مادی نظیر سنگ و امثال سنگ نیست. وقتی قرآن کریم را خدای سبحان در سوره مبارکه مزمل تعبیر میکند، آیه 5 سوره مزمل این است که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. قرآن یک گفتار وزینی است. یه وقتی میگیم سنگ یا آهن ثقیل است،
این ثقل مادی است. یه وقتی میگیم این مطلب سنگین است، یعنی وزین است، هر فکری این را هضم نمی کند، هر قلبی و عقلی او را هضم نمی کند. فرمود این مطالب قرآنی مطالب وزین و سنگین است، سبکسار نیست، سبک مغز نیست، توهی مغز نیست. این کتاب وزین است، نه وزن مادی دارد. کسانی که اهل این کتاب هست، اهل اطرتن، اینها با نامه عمل وزین محشور می شوند. اما من سبولت موازین هون فهابف ایشت راضیه. کسانی که با این مطالب قرآن و روایات اهل بید معنوس نیستند و اینها را به همراه ندارند، خفت موازین هو، ترازی اونها وزین نیست، سبکه. با اینکه گناهان فراوانی دارند، اون گناهان سنگین است، اسفال خودشون را در قیامت باید حمل بکنند. اون سنگینی باطل به سنگینی های دوزخی و امثال دوزخ برمیگرده. بنابراین ما دو تا ثقل و خفت داریم. یک ثقل مادی داریم که میان آهن سنگین است، سنگ سنگین است و ماننده. یک خفت مادی هم داریم، میگن هوا سبک است، یا مثلا فرومشه سبک است. یه ثقل و خفت معنوی داریم، میگن قرآن سنگین است، سخنان انبیا سنگین است، سخنان اولیا سنگین است، حرفهای باطل، خرافی، افسون و فسانه، اینا سبک است، توی مغز است. فرمود فیوم اذن لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم ولا هم یستعتبون. اینا که ظالمند، عذرخواهی اینها قبول نمیشه، از اینها استعتاب نمی کنم. استعتاب یعنی طلب عتبا، عتبا یعنی ازالت العتاب، ازالت العتاب به عذرخواهیه، درخواست کمک، رضایت و مانند آن است. فهاهنا امور، اول اینکه اگر کسی گناه کرد سرفکنده است، دوم اینکه باید عذرخواهی بکند و صاحب حق از او بگذرد، سوم اینکه این گناه از تبهکاران مجرم که در دنیا به اونها مهلت داده شده، از چند بیدین بار مهلت داده شده، اینا نه تنها حرف انبیا را گوش ندادن بلکه انبیا را مبتل می دانستن. مبتل نه به معنای باطل کننده که اسم فاعل باب افعال باشد، به معنی متعدی باشد. مبتل یعنی باطلگو. اون آیه سوره مبارکه عنکبوت را قبلا مراجعه فرمودید، فرمود اگه تو قبلا کتابت داشتی چیز می نوشتی، اونگاه لرتاب المبتلون، افراد باطل رو نه باطل گو، کسانی که سیره اونها بطلانه است، صورت و سیرت و سنت اونها بطلانه است، باطل عملند، از اینها به مبتلون یاد می شود. اینجا هم فرمود وقتی که شما این معارف را به کفار و امثال کفار مجرمی می گویید، اینا می گویند این انتم لا مبتلون، یعنی اینا افسانه و اسطوره است که شما می گید. خب این گروه کسانی هستند که خودشون بخوان عذرخواهی بکنن، عذرخواهیشون نافع نیست. کسی از اینا استعتاب بکنن بگد شما عتبا بیاورید، نیست. عتبا ازاله عتاب است با عذرخواهی و درخواست مغفرت. پس استعتاب نمیشوند، یعنی کسی از اونها نمیخواهد که عذرخواهی کنی. اگر هم خودشون عذرخواهی بکنن، عذرخواهی اونها نافع نیست. پس لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم، یک، ولا هم يستعتبون، این دو. مسئله خفت و ثقل که مطرح شد برای اینکه بخش پایانی آیه این است. فرمود ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ما برای تفهیم مطالب به همه مردم
هم بر اساس اون که در سوره نحل آمده است ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، از اون سه روش استفاده کردیم، هم برای افرادی که در اون حد نیستن از راه مثل استفاده کردیم. ولقد ضربنا للناس فی هذا القرآن من کل مثل، این که بارها عرض شد قرآن یک کتاب عمومیست برای همین جهته. شما کتاب های علمی ندارید که این کتاب علمی بخواد افراد تحصیل نکرده را بفهموند. هر کتاب علمی بالاخره یه موضوع داره، محمول داره، مبادی داره، یه مدت انسان باید درس بخونه بفهمه. اما قرآن آیاتی دارد که این آیات مطالب دیگر را به صورت یک مثل و داستان بیان میکنند، که اگر کسی خواست قرآن را برای گروهی که اهل تحصیل نیستند تفسیر کند، جلسه داشته باشد، هدایت کند، این آیات بگه کاملاً میفهمند. لازم نیست اون آیات دشوار و براهین همراه را بگد. حالا ما مثل‌های زیاد دادیم. قصص انبیا از یک طرف، مثل‌های قرآن از یک طرف. امثال فراوانی در قرآن کریم است که اگر کسی بخواهد جلسات موعظه و تفسیری داشته باشد، برای نوجوان ها میتونه، برای تحصیل نکرده ها میتونه، برای دانشجوها میتونه، برای علما هم میتونه. غرض این است که قرآن یک کتاب نوری است که همه را روشن میکند. به ما مثل های فراوانی زدیم. شما که نباید توقع داشته باشید اون آقا که تحصیل نکرده است اون آیات براهینی لوکان فیه ماله را بفهمه. که ما مگر خدای ناکرده به حوزه نیامده بودیم مثل اینها یا پایین تر میشدیم. اینا اگه توفیق پیدا میکردن به حوزه میامدن مثل ما یا بالاتر میشدن. بنابراین نباید گفت حالا چون این گروه کارگرن یا تحصیل نکردن ما نباید جلسه تفسیر قرآن داشته باشیم، اینا که قرآن نمیفهمن. هیچ مطلبی در قرآن کریم نیست که قابل تفهیم ساده ترین افراد نباشه. منتها حالا اون گوینده باید که این آیات شناسایی بکنه، این مسئله ها را، این قصه های انبیا را تنزل هم بده تا در دسترس فهم اونها باشه. فرمود این گروه که وضعشون در قیامت آن است، اینا کسانی هستند که لئن جئتهم بآیةٍ، که این تنوین تنفین تفخیم و تعظیم است. اگه آیه از آیات الهی رو بیاری، چه آیه تدوینی چه آیه تکوینی، لیقولن الذین کفروا ان انتم الا مبتلون. اینا میگن این اسطوره است، برای که معرفت شناسی اینها در حس و تجربه است. این که قرآن کریم فرمود تو مرده ها را نمیتوانی اسماع کنی، تو ناشنوه ها را نمیتوانی اسماع کنی، نمیشه با پس حضرت چرا در جنگ بدر با کشته های مشرکین در غلیب بدر سخن گفت اونا شنیدن. منظور اسماع فیزیکی نیست که بشنود، منظور نیست که حرف شما رو پذیرن. ما هم تو ادبیات و محاوراتمون همین دیگه میگیم فرون کس حرف ما رو نمیشنود، یعنی قبول نمیکنه، نه فیزیکی گوش نمیده. اگر خدای سبحان فرمود اینا حرف تو رو نمیشنون، نه به این معناست که از نظر فیزیکی نشیدن، نه کاملا میشنون که شما چی گفتی، ولی اینو باطل میدونن. معاذالله تو این تعبیرات قرآن کریم هم هست. قرآن کریم دو تا سمع برای ذات اقدس اله قائل است. یه سمع که همه حرف ها رو میشنون، همه آهنگ ها رو، همه صدا ها رو میشنون، او سمیع مطلق است. این یکی. یکی این که تو دعاها و مانندان میگیم خدایا انک سمیع الدعا. این سمیع الدعا نه یعنی دعا رو میشنوی، خب غیبت هم میشنود، هوش هم میشنود. سمیع الدعا یعنی گوش به دعا میدی، دعا رو میشنوی، یعنی قبول میکنی. این سمیع بودن غیر از اون سمیع بودن است که هر صوتی را خدا میشنود. اگر گفتیم انک سمیع الدعا، این دلیل مطلب است، یعنی خدایا مطلب دعا میکنیم. چرا؟ برای اینکه تو دعاها دعارا گوش میدی، گوش میدی یعنی قبول میکنی. انک سمیع الدعا، این انک سمیع الدعا یعنی خواسته دعای رو، نیاز دعای رو میفهمی و میتوانی به اجابت هم میکنی. دو جور سمعه،
این که فرمود انک لا تسمع الموتا، یعنی اسمایی که اونا گوش به حرف تو بدن، نه اینکه بشنون، وگرنه خب این مرده های غلیب جنگ بدر هم حرف حضرت شنیدن دیگر. وقتی به حضرت عرض کردن شما با کی حرف میزنید مگه مرده حرف نمیشد، ما انتم به اصل علما ابوله منو، فرمود این چی که من میگم این چی نیست که شما بهتر از اونا بشنوید، اینا که تو چاه بدر افتاده ان و من بالا سر اینا رفتم گفتم که هل وجدتم ما وقد ربكم حقا، اینو کاملا میشنوم، اما شنیدن نه یعنی گوش به حرف من میدن که بعد قبول بکنن ایمان بیارن، از این سنخ نیست. این که فرما اینکه لا تسمه، یعنی اسما بکنی به طوری که اونا حرف تو را گوش بدن و قبول بکنن نیست. خب در اینجا فرمود اینا این گروه هن که لئن جئتهم به آیتن، این تنوین تفخیم است، لیقولند الذین کفروا ان انتم الا مبتلون، شما افسانگو هستید، معاذالله قصه‌گو و اسطوره‌گو هستید، نظیر لرتاب المبتلون سوره مبارکه عنکبوت. همون سرش اینه که دل اینها چاپ شده است، تب شده، گناه در دل اینها تب شده، چاپ شده. کذالک یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون، خدای سبحان برخی از دلها را مهر میکنه، بعضی از دلها را تب میکنه، اما نه هر دلی را، قلب را اول آماده کرده برای معارف. فرمود ما هر قلبی را با فجور و تقوای او الهام کرده. این یک. وقتی که او بالغ شد، انبیای الهی را که بهترین انسان‌های عالم فرستادیم تا این دفاع این عقولشون را شکوفا کنن، اساره کنن، و یسیر لهم دفاع این العقول دوتا. جانشینان اونها، شاگردان اونها هم تأیید کردیم که بیان همین کار را بکنن، این ست. حالا اگه تا بیراه رفتن راه دیگران را بستن، خودشان بیراه رفتن، ما به اینا مهلت میدیم، راه توبه و انابه رو باز میکنیم. طبق بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه، انت الذی فتحت لعبادک بابا الی عفوک و سمیت توبه، این چهار. حالا اگر کسی عمدن به سوی اختیار خود راه توبه را نرفته، راه فساد رفته، ما مهلت دادیم، مهلت دادیم، مهلت دادیم، تا کل صفحه دل را این سیاه کرده. خب اگر کل صفحه دل را سیاه کرده، فقط جای امضا مونده، ما دیگه امضا میکنیم، ما می این دل را به سیاهی امضا میکنیم، اینجا میشه ختم الله علی قلوبه. کی نامه را ختم میکنن، کی نامه را مهر میکنن، کی امضا میکنن؟ اون وقتی که صفحه تمام شده باشه، همه مطالب نوشته باشه، وسط های نامه را این کسی مهر نمی کنی که. فقط ما مهلت میدیم، اگر کل صحنه قلب را اینا هر چه خواستن بنویسن نوشتن، دیگه هیچ جا برای نوشتن دیگه نبود، اون وقت ما مهر میکنیم، ختم الله علی قلوبه. در چنین مورد نیست که طبع مدره است، یتبع الله علی قلوب الذین لا یعلمون. این لا یعلمون یعنی با اینکه ما به اینا گفتیم این نخواستن عالم بشن، تفهیم کردیم حجت الهی بالغ شده است، نخواستن بپذیرن، این تعلیق حکم بر وصف است، نه لا یعلمونی باشه که رفع امتی ما لا یعلمون، از اون قبیل نیست. اینایی که حق برشون روشن شد و تبین الرشد من الغی، آیات تکوین را دیدن، آیات تدوین را دیدن، به سوی اختیار خودشون نه تنها نپذیرفتن بلکه به انبیا معاذالله گفتن شما مبتلی، اینا دیگه قلبشون چاپ میشه. اینا از این بعد دیگه سبحان علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینکه گفته میشد انی تارکم فیکم و سغلین، یعنی قرآن سغل است، اطرت سغل است، سغل یعنی وزندار، نه مثل سنگ سقیل باشه. مطلب برهانی سغل است، وزنه دارد، وزین است. ما دو مطلب وزین را در بین شما گذاشتیم، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این قول ثقیل یعنی پرمحتواست. تو بحثای قبلا مشابه این گذشت که خدای سبحان چهار مطلب را بر اثر تقابل یکدیگر بیان کرده. فرمود قرآن وزین است، سبک مغز نیست.
اما سنگین نیست، آسان است. این چهار امر، یک اینه که قرآن ثقیل است مقابلش خفیف نیست، این دو. قرآن یسیر است، یسر است، آسان است، عسیر و دشوار نیست، این چهار تا. بعضی ها امورن که سنگینن ولی باربرداری او دشوار است، اما این چنین نیست. در این حال که انا سنلقی علیک قولا ثقیلا لقد یسرنا القرآن للذکر هل من مدکر، این آسان است. پس آسان است چون دلپذیر است، فطرت پذیر است، با هویت انسان هماهنگ است. لقد یسرنا القرآن، برای یادآوری، بخواهی به یاد ما باشی، آسان است. اصل قرآن رو ما برای ذکر آوردیم دیگه، به یاد ما باشی. اما یسیر است برای شما، نه برای ذکر یسیره. اگر شما بخواهی به یاد ما باشی آسان، اما وزیله ها سنگینه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، یک، چون ثقیل است خفیف نیست. مطلب باطل تهی مغزه، افسانه تهی مغزه، قصه تهی مغزه، اما این مغز داره، وزین است. این یک، چون وزین است، اگر با این عمل کردید میشید وزین، قیامت با این آمدید میشه ثقلت موازینه، ثقلت موازینه شد میشه فهو فی عیشه راضیه. بی این آمدید میشه تهی مغز، تهی مغز بودید خفت موازینه است، خفت موازینه بود فامه حاوی است. بنابراین امور چهارگانه اینه که قرآن وزین است، یک، خفیف به توی مغز نیست، دو، قرآن آسان است، سه، قرآن سخت نیست، چهار. فهمون این کار آسانه. مباد کسی بگه حالا که ثقیله من نمیتونم تحمل کنم، نخیر، این فطرت پذیر است، دل پذیر است. بخواهی به یاد حق باشی با قرآن باش، قرآن وزین است ولی سخت نیست. بخواهی به یاد معاد باشی با قرآن باش، قرآن وزین است ولی سخت نیست. لقد یسرنا القرآن لذکر الله، ذکر المعاد، ذکر الاسماء، ذکر الوبوت، برای این ذکرها آسان است. پس این امور چهارگانه را قرآن کریم تبیین کرد تا انسان وقتی وارد صحنه قیامت می شود وزینن وارد بشود، من ثقلت موازینه باشه. شما تو بعض از روایات ملاحظه فرمودید که کلمه لا اله الا الله به یه طرف ترازو بذارن و کل آسمان و زمین رو یه طرف بذارن، این میکشه از بس این کلمه لا اله الا الله وزینه. این معلومشه وزن معنوی دارد نه وزن مادی، که اگر در یک کفه ترازو توحید را بگذارن، کفه دیگر سماوات و ارض را بگذارن، این کفه توحید میچربد. خب حالا فرمود تصبر، ان وعد الله حق. این به تعبیر سید الاستاذ رضوان در رد العجزه الى صدر است، برای اینکه صدر این سوره مبارکه روم سخن از وعده الهی و نصرت الهی بود. در آیه 4 این سوره فرمود یوم اذن یفرح المؤمنون، در سوره آیه 5 فرمود به نصر الله ینصر من یشاء، این سر سوره است. در ذیل سوره هم فرمود فصبر ان وعد الله حق، ما وعده پیروزی دادیم، حق غالب بشه و یقینا هست. یک، ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، اینهایی که اهل یقین نیستن بدرفتاری میکنن، حرفای بد میزنن، تهمت میزنن، دروغ میزنن، اینها باعث نشه که شما خفیف بشی، تهی مغز بشی، زود از جا دری، خفت داشته باشی، بطش داشته باشی، تش داشته باشی و مانند. این روایتی که در کنز و امثال کنز ملاحظه فرمودید که وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه مشغول خوندن نماز بودن، ابن کوا اون خارجی این آیه را خوند، لئن اشرکت لاحبطن عملک، حضرت به احترام آیه ساکت شد وسط نماز، آیه تموم شد دوباره حضرت نماز خودشون ادامه دادن، دوباره ابن کعبا اندین گناه آیات خوند، لئن اشرکت لاحبطن عملک، وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه این آیه را خوند، فاصبر ان وعد الله حق،
ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، یعنی اگر کسی حرف بد زده، کسی که اهل یقین و ایمان نیست، اهانت کرده، شما از جا در نروید، خفیف نشوید، کارهای سبک نکنید، حرفای سبک نزنید. این استخفاف قرآنی همون شستشوی مغزی است. ملتی را خفیف کردن یعنی با تبلیغات سو اینا شستشوی مغزی میکنن، اینا را عوام بار میارن. کار فرعون هم همینطور بود. در سوره مبارکه زخرف دارد که فرعون کاری که کرده است این بود، آیه 54 سوره زخرف اینه: فاستخف قومه فأطاعوه، قوم خود را خفیف کرد، سبک کرد، سبک مغز کرد، شستشوی مغزی داد، توهی مغز کرد، اومد از اونا اطاعت گرفتن. فاستخف قومه فأطاعوا قوم او را انهم کانوا قوما فاسقین. قبلا هم این مطلب را داشتیم که ما یک تعلیم داریم، یک تعلیل، یک تبلیغ داریم، یک تکرار. این چهار امر رو از هم جدا کنیم. در کارهای مهندسی یک معمار کارآمد به اون نوجوانی که میخواد معماری یاد بگیره میگه این بنا رو با این وضع بشین، این مقدار سیمان، این مقدار آهن، این مقدار میلگر، این مقدار مثلا بتون بریز، این بنا رو بشین. این کار رو میکنه، این یاد میگیره و میشه معمار خوب. اما نمیدونه که چرا باید اینقدر میلگر بریزه، اینقدر آهن بریزه، اینقدر سیمان بریزه. وقتی درس مهندسی خونده علت این کار را میفهمه که چطور این بار سنگین را این ستون حمل میکنه، و اگر ستون عمودی باشه قدرتش چقدره، و کمانی باشه قدرتش چقدره، اگر عمق این ستون پرون مقدار باشه چقدره، کمتر باشه چقدره، دوامش چقدره، اینا را نمیدونه. ولی وقت فن مهندسی را خوند یاد میگیره. پس ما یه تعلیم داریم، یک تعلیل. تو بحثای فقهی ما همینطوره. اول میگن فلان چیز واجبه، فلان چیز حرامه. بعد وقتی به جواهر رسید، علت وجوب میفهمه، علت حرمتش میفهمه که امام اونجا دست رسول اونجا دست داد، امام علیه السلام اینجا اینجوری دست داد، علتش میفهمه. پس یه تعلیم است، بعد تکمیل و تعلیل هست، این رشته‌های علمی. اما اونایی که اهل علم و حوزه و دانشگاه نیستن با تبلیغ زندگی میکنن. وقتی یه چیزی رو بنها گفتی اینا باور میکنن از یه رسانه رسمی. وقتی 10 بار 20 بار گفتی این تکرار به منزله تعلیل اونهاست، دیگه دستبردار نیستن، خیال میکنن همین حق است که لا ریب فیه. اگر یه چیزی رو از یه رسانه رسمی شنیدن اول باور میکنن، وقتی 10 بار 20 بار شنیدن این باورشون معلل میشود در حد خودشون. این رو میگن استخفاف، این رو شستشوی مغزی. فرمود فاستخف قومه فأطاعوه، برهانی بر مسئله نیاورد، گفته که زعیم کشور باید با طلا و نقره و قصر و اینها باشه، موسی سلام الله علیه که حرفا نداره که. کم کم 2 بار و 10 بار و 20 بار خودش گفته، دیگران گفته، اینا باور کردن که زعیم یک ملت باید با جلال مادی طلا و نقره باشه. آیه 52 و بعد همین سوره مبارکه زخرف اینه: فرعون گفته بود که ام انا خیر من هاذا الذی هو مهین ولا یکاد یبین فلولا القی علیه اسوره من ذهب او جاء معه الملائکه مقترنین فاستخف قومه فأطاعوه. گفتن موسی که طلا و نقره نداره، با یه چوب دستی آمده، او که قصر نداره، او که طلا نداره، او که زیور نداره، اینا هم باور کردن. گفتن زعیم باید کسی باشه که طلا داشته باشه. با این شستشوی مغزی از اونا اطاعت گرفته. اینجا هم چندین روایت چون توی کنز رو روایت ملاحظه فرمودی، ائمه علیهم السلام
میفرمان مبادا اگر یه وقتی چارت جاهل چارت کار کردن باعث بشه که شما از اون معیار اصلی فاصله بگیرید، یا عصبانی بشید، یا کار سبک مغز انجام بدید، یا غضبناک بشید. شبیه این که فرمود بلا یجلمن نکم شنعان قوم علا الله تعدل و اعدلو، شبیه اونه. این تو روایات کنز نیست، اما مطلبش مکرر تو همین روایات کنز آمده که نصیحت میکردن که اگر یه عده حرف بد زدن مبادا این باعث بشه که شما هم خدای ناکرده دهنتون باز بشه حرفای تلخ بزنید، حرفای بد بزنید، حرفای سبک اصلا نزنید. نه خودتون این حرف سبک رو بزنید، نه اگر کسی استخفاف کرد شما حرف سبک بزنید. ولا یستخفنک الذین لا یوقنون، نه خودت خفیف بوی باش نه کسی باعث استخفاف تو باشد. فاصبر ان وعد الله حق ولا یستخفنک الذین لا یوقنون. والحمد لله رب العالمین.